اساس اطلاعاتی که ما از طریق پلیس اینترپل داریم و اونها از طریق به اصطلاح پلیس رومانی، ظاهرا در گذشته ایشون علتش خودکشی بوده. مرگ مشکوک یکی از متهمان پرونده فساد قوه قضاییه ایران در رومانی. پلیس ایران خواستار فرستادن تیمی تحقیقاتی به بخارست شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید غلامرضا منصوری به قتل رسیده. در برنامه امشب میپرسیم چه شد که او سر از رومانی درآورد و مرگش چه تأثیری در پرونده نیمه کاره فساد میگذارد. همچنین در ادامه برنامه 60 دقیقه البرز زارعی، جوان داوطلبی که قربانی تازه آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس شد. ایراد کار کجاست؟ کمبود امکانات یا بی‌توجهی مسئولان؟ افزایش دوباره قیمت ارز در ایران، دلار به حدود 20000 تومان رسید، یورو از 20000 تومان گذشت. و 30 سال بعد از زلزله‌ای که 37000 کشته به جای گذاشت، محمد فرنود عکاس خبری برای اولین بار از خاطراتش از زمین لرزه رودبار و منجیل میگوید. صحنه مواجه شدم که مادری در یک قبری نشسته و میگه منم با 55 نفر از عزیزانش که از دست داده بود، منم با اینا دفن بکنین. در واقع میخواست خودش رو زنده به گور کنه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مرگ مرموز یک روحانی ایرانی در پایتخت رومانی سالهای زیادی را مطرح کرده. چهره‌ای که نامش با اتهام دریافت صدها هزار یورو رشوه گره خورده بود. وکیل او میگوید که موکلش اهل خودکشی نبوده. غلامرضا منصوری قاضی و بازپرس پیشین و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بود. او متهم بود که فقط در یک مورد 500000 یورو به صورت نقد رشوه گرفته، اتهامی که در حاشیه رسیدگی به یک پرونده کلان فساد مالی در میان مقام‌های ارشد دستگاه قضایی ایران مطرح شده. دیروز جسد غلامرضا منصوری در هتل محل اقامتش در بخارست پیدا شد. در این شکی نیست که او از ارتفاع سقوط کرده، ولی معلوم نیست که خودکشی کرده یا فرد دیگری او را پرت کرده. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم. این آخرین ویدئویی است که غلامرضا منصوری بیش از 10 روز پیش منتشر کرد. قاضی خبرسازی که به فساد مالی متهم بود. جسد او روز جمعه به این شکل از هتلی در بخارست، پایتخت رومانی، خارج شد. ظاهراً هتل دوک محلی بود که آقای منصوری این روزها در آنجا اقامت داشت، جایی که با سفارت ایران در رومانی حدود 700 متر فاصله دارد. پلیس رومانی میگوید که تحقیقات درباره مرگ غلامرضا منصوری را آغاز کرده. بر اساس بیانیه پلیس، کارکنان هتل دوک در ساعت 2:30 بعد از ظهر روز جمعه به پلیس اطلاع دادند که یکی از مسافران به دلیل سقوط از بلندی کشته شده. پلیس رومانی میگوید این احتمال مطرح است که علت این مرگ خودکشی بوده، احتمالی که با توجه به موقعیت آقای منصوری، اتهاماتی که علیه او مطرح شده و گمان زنی ها درباره فرارش از کشور با پرسش هایی روبروست. به ویژه اینکه قوه قضاییه ایران میگوید که به دلیل پرونده فساد و رشوه گیری غلامرضا منصوری در تلاش بوده تا او را از طریق پلیس اینترپل دستگیر کند و به ایران برگرداند. این روند به خوبی داشت پیش میرفت که این اتفاق افتاد، که در واقع بر اساس اطلاعاتی که ما از طریق پلیس اینترپل داریم و اونها از طریق به اصطلاح پلیس رومانی، ظاهرا در گذشته ایشون علتش خودکشی بوده و اطلاع دیگه ما نداریم. حالا باید صبر کنیم تا تحقیقات بیشتری انجام بشه تا ببینیم که در واقع علت واقعی فوت ایشون چی بود. این تصویری از درون هتل دوک است، در طبقه ششم. اگر کسی از اینجا به پایین پرتاب شود، در لابی هتل به زمین خواهد خورد. در اینجا، فضای روبروی راه پله، زیر بخشی از سقف که خالی است، در واقع همان جایی است که در عکس قبلی از طبقه ششم دیده می‌شد. اما مهمتر از این که غلامرضا منصوری از کجا سقوط کرده، این پرسش مطرح است که آیا او خودکشی کرده یا به قتل رسیده.
تردید درباره چگونگی این مرگ به اظهار نظرهای ناظران مستقل یا کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز محدود نیست. به گفته امیر حسین نجف پورسانی، وکیل آقای منصوری، او و خانواده‌اش معتقدند که این قاضی سابق آدمی نبوده که خودکشی کند. حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نیز ساعتی بعد از انتشار خبر مرگ غلامرضا منصوری در توییتر چنین نوشت: به نظر می رسد پرونده موسوم به تبری دارای ابعاد غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌های فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر، بعید از فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفاً مراقب داروی نظافت باشید. کنایه داروی نظافت یادآوری چگونگی مرگ سعید امامی، مأمور عالی رتبه وزارت اطلاعات است که در سال 78 به اتهام قتل نویسندگان و فعالان سیاسی زندانی بود، اما ناگهان اعلام شد که با داروی نظافت خودکشی کرده. جلسه رسیدگی به اتهامات آقای طبری و بخش دیگر توییت حسام الدین آشنا نیز به اینجا اشاره دارد: دادگاه اکبر طبری، مدیر کل امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی، که به همراه تعداد دیگری از مقام‌های قضایی به فساد و رشوه‌گیری متهم است. غلامرضا منصوری یکی از متهمان همین پرونده بود. وقتی این دادگاه شروع شد، مشخص شد که آقای منصوری نه در جایگاه متهم بلکه در اروپا است و زمانی که او متهم شد به خاطر همین دادگاه از کشور فرار کرده، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی قول داد به ایران برگردد. مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هر چه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن ان شاء الله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را ان شاء الله فراهم نمایم. اما حالا این چهره مصمم به دفاع از خود و همانطور که خودش میگفت وفادار به نظام، دیگر فرصتی برای هیچ دفاع یا حتی انتشار ویدیوهایی از این دست هم نخواهد داشت. کیوان حسینی، بی بی سی. کیت گلت، روزنامه‌نگار از بخارست، پایتخت رومانی، با ماست. آقای گلت، چیزی از این قضیه روشن‌تر شده؟ واکنش‌ها در اونجا چگونه است؟ قبل از هر چیز ممنونم از دعوت شما برای شرکت در برنامه. اگر بخوایم راستش رو بگیم، هیچ آپدیتی به اصطلاح تحولات جدیدی نداشتیم بعد از بیانیه پلیس که دیشب گفته بودن که دارن در محل این اتفاق تحقیقات خودشون رو ادامه میدن و اولین یافته‌های اونها حاکی از خودکشی بود. اما بعد از اون هیچ مقام رومانیایی یا هیچ مقام مسئول در پلیس رومانی چیز بیشتری به ما نگفته از دیشب تا به امروز. اما واکنش‌ها خب خیلی جالب بوده. طبیعتاً منصوری شخصیتی نیست که در رومانی او را خوب بشناسن و احتمالاً تا همین چند روز پیش کسی او رو نمیشناخت اینجا. وقتی اولین گزارش ها مطرح شد که او در اینجا بنابر یک تقاضای دستگیری اینترپول دستگیر شده، اون وقت بود که کم کم شناخته شد. طبیعتاً از دیروز بیشتر رسانه ها اینجا، روزنامه ها، تلویزیون، همه مشغول پوشش این خبر بودند و داشتن به پیشینه او، سابقه او نگاه میکردن ببینن که چه شخصی بوده و چه اتهام های متوجه او بوده. طبیعتاً بسیار از این رسانه‌ها داشتن از المان‌های استفاده می‌کردن، از اطلاعات استفاده می‌کردن که از رسانه‌های خاورمیانه به دستشون می‌رسید. از نظر فعالیت‌های باندهای بزهکار، وضعیت بخارست یا اون قسمتی که هتل آقای منصوری واقع شده چگونه است؟ چون بعضی از گمانه‌زنی‌ها اینه که ممکنه مثلا ایشون به قتل رسیده باشند. طبیعتاً این یکی از این یک بحثی هست، این یک مرگ مشکوک هست، احتمال قتل میره. اگرچه پلیس دیشب گفت که اولین یافته‌های اونها داره به دلالت بر خودکشی داره، اما کسانی هستند که میگن به نظر میاد که او در این لابی هتل به زمین افتاده و هیچ کدوم از این صحبت‌های اخیر او، بیانیه‌های اخیر او، حاکی از هیچ گونه افسردگی یا ناامیدی استیصال در این حدی نبوده که بخواد خودکشی کنه. بنابراین سوال‌هایی هست که شاید این در واقع یک قتل بوده باشه. خود این هتل در شمال مرکز بخارست قرار داره، حدود 20
دقیقه پیاده با جایی که من الان هستم فاصله داره و یک منطقه خوبی هست، منطقه دلپذیری هست، تقریبا یک هتل سطح متوسط محسوب میشه. و اگه بخوایم به فعالیت‌های تبهکاری و گروه‌های تبهکاری نگاه کنیم، طبیعتا در بخارست مثل هر شهر دیگه هست، اما این منطقه به طور خاص چنین به اصطلاح شهرتی نداره که بتونیم بر اساس اون ارتباطی با گروه‌های تبهکاری برقرار کنیم. ممنونم از کیت گلت، روزنامه‌نگار از بخارست در رومانی با ما. نعمت احمدی حقوقدان از تهران با ما هستن. آقای احمدی، امروز مطلبی داشتن در روزنامه آرمان ملی به عنوان ضرر و زیان مرگ قاضی منصوری متوجه کیست؟ آقای احمدی، قبل از اینکه حالا یه مقداری بیشتر به موضوع قتل یا مرگ یا حالا خودکشی ایشون بپردازیم، در مورد پرونده ایشون خیلی گفته شده، ولی پیشینه ایشون در چه مقام‌هایی خدمت کردن و چطور اصلا این رده ها رو در دستگاه قضایی ایران طی کردن، چیزی میدونید؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. حضورتون عرض کنم جایگاهی که قاضی منصوری داشت یک جایگاه بسیار حساسی بود. ببینید، دادسرای عمومی انقلاب تهران دادسرایی است که به تمام اتهاماتی که نسبت به مدیران کل به بالا در سر تا سر کشور، استانداران، فرمانداران، قضات، وکلای مجلس، سفرا، از مدیر کل به بالا هر کس که اتهامی متوجهش در هر کجای ایران باشه باید در تهران رسیدگی بشه و شعباتی که در دادسرای کارکنان دولت مستقر هستن از قضاتی استفاده می شود که من اهل البیت باشن. منصوری در دادسرای رسانه هم همین وضعیت رو داشت، یعنی به موضوعاتی رسیدگی میکرد که حساسیت خاص خودش رو داشت. وقتی هم که آمد در لواسان هم مهمترین جای ایران از نظر وضعیت مالی و تخلفاتی که همین پرونده نمونه ای هست از اون، و بعدش هم در دادسرای ناحیه 3، یعنی منابع طبیعی، یعنی هر چی اراضی در سطح استان تهران و مورد تعرض قرار می گرفت زیر نظر ایشون بود. شاید حساس ترین پست ها رو داشت در مشهد هم بود که میدونیم پرونده معروف سعید حنایی رو داشت. در مشهد هم بازی خیلی تند و تیزی بود، با وکلا هم رابطهش بسیار بد بود. من چند تا برخورد داشتم باش و دوستان روزنامه‌نگار ما رو یک شبه تعداد زیادی رو بیش از سعید مرتضوی به نظر من ایشون رو مطبوعات لطمه و ضرر زد. خشنترین قاضی بود که متاسفانه در این جایگاه حساس قرار گرفته بود. ایشون متهم ردیف نهم بودن در پرونده اکبر طبری که خب پرونده بسیار جنجال برانگیزیه. آیا خلأی رو ایجاد میکنه نبود ایشون در این پرونده؟ نه، اصلا من وقتی که داشتم گزارش های شما رو گوش میدادم، اصولا ایشون اگر میومد ایران 3 سال حبس حد اکثر محکوم میشد، مطلب خاصی نداشت. چون یک رشوه ای رو گرفته و نه باندی داشته نه، مگر این که در اینجا وقتی که می آمد کسان دیگری علیه شکایت می کردن و شکایت های جدیدی مطرح می شد. لذا پرونده تهران برای آقای منصوری پرونده مهمی نبود که به خاطر اون خودکشی بکنه. و ضمناً در این پرونده هم هیچ خللی وارد نمیاد. سودی که بردن متهمینی که الان در این پرونده هستن، چون ایشون بدونید روحانی بود، وقتی که می اومد اینجا تو این پرونده به اتهامش رسیدگی نمیشد، میرفت دادگاه ویژه روحانیات و یه اتهام هم در قالب این کیفر خواست داشت. باید دید در پرونده‌ای که داشت در اروپا براش باز میشد اونجا چه مطلبی بود که چه چیزایی رو میتونست ایشون مطرح کنه که اگر همینطوری که بعضی از آقایون گفتن و مسئله خودکشی رو کنار میذارن و مسئله قتل رو، باید ببینیم در پرونده هایی که داشت و میشد اگر در اروپا محاکمه بشه اونا مطرح بشه چه کسانی آسیب میدیدن که حذف اون مورد نظر قرار گرفته اگر خودکشی نباشد. شما وکیل هستید، با قضات برخورد داشتید، کار کردید، وقتی چنین اتفاقی میفته چه اثری بر وجهه دستگاه قضا میگذاره؟ آیا امید به اجرای عدالت بدون چنین حاشیه سازی هایی میره؟ ببین، من متاسفم، ما ده هزار قاضی، بیش از 10,000 قاضی داریم.
99% اینا قضات سالم میان کار میکنن، زحمت کشن، در همون دادسرایی که الان داره، همون شعبه‌ای که داره رسیدگی میکنه آقای بابایی و دیگران، این شعبه 6-14 کنارشون رسن، سالمترین قضات رو ما داریم. ما یه درصدی داریم از این قضات و اینا متاسفانه پرورش پیدا میکنن. یعنی اولین تخلفاتی رو که انجام میدن بر تخلف اونا چشم بسته میشه، وقتی چشم بسته شد اینا متجری میشن. ببینید برابر قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی هم از کیفری آیین دادرسی مدنی مثل قانون اساسیه، ما جز قوانین آمره است، نمیشه برخلاف اون توافقی کرد. در اون قانون برمیگرده میگه که اگر کسی رو احضار میکنن باید احضاریه بره، اگر احضاری نیومد جلب بشه. ایشون خودسرانه چندین روزنامه نگار رو جلب کرد. فردای اون روز من رفتم شعبش، آنچنان با نخوت با من صحبت میکرد که من تعجب کردم. خب میگم مسئولین بالادستی ندیدن که ایشون چه اعمالی رو داره انجام میده. یعنی یک سری قاضی خاص امثال ایشون هستن، این قضاتن که باعث میشن زحمت دیگر قضات ما از بین بره. اینا ساخت و پرداخته میشن تا آنچه که پرونده هایی رو که خاصه رسیدگی کنن. و علت این که اگر مسئله خودکشی نباشد باید دید که آقای منصوری چه پرونده هایی داشته و برملا شدن اون پرونده ها اگر اینجا صورت میگرفت، حالا چه در اروپا، خصوصا در اروپا، چه چیزایی رو ممکن بود ایشون بیان کنه. چون من صبح شنیدم که خانواده ایشون ساعت 11 باش صحبت کردن و خیلی به اصطلاح سلامت و برخوردار بوده. در ضمن از اون آدمای قدی بود که اصلا فکر خودکشی رو من هیچگاه نسبت به ایشون به اصطلاح در سرم نمیاد. ممنونم از نعمت احمدی وکیل دادگستری. اما رویا برومند فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند هم از واشنگتن دی سی با ما هستن. خانم برومند، محاکمه ایشون خواسته خیلی از فعالان حقوق بشر بود ولی خب حالا در این دنیا نیستن. چه اتفاقی میفته؟ چه این اتفاقی میفته از نظر شما تکلیف دادخواهی های از این دست چی میشه؟ مرگ او آیا یک پرونده دادخواهی رو متوقف کرده؟ خب بله، به هر حال شانس اینی که ایشون در اروپا دادگاهی بشن و افرادی که ایشون لطمه زدن و زندگی هاشون رو پاشیدن و شکنجه کردن یا هر موضوع دیگه ای، اینها میتونستن بیان صحبت کنن و شهادت بدن به عنوان شاکی و این باعث میشد که هم به هر حال برای خود این افراد یک التیامی باشه و هم که مقامات جمهوری اسلامی که از این قضاتی که نقض حقوق شهروندان جزء تخصصشون هست متوجه باشن که به هر حال پاسخگویی غیر ممکن نیست و اگر که راهشون برسه به کشورهای غربی ممکنه که گرفتار بشن. بنابراین از اون نظر درسته، خبر خوبی نیست و به هر حال کشته شدن کسی اگر کشته شده باشن خبر خیلی بدی هست. منتها دادخواهی به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. فعالان حقوق بشر، سازمانهای حقوق بشر مستندسازی میکنن موارد نقض حقوق بشر رو، شهادت ها رو میگیرن، گاهی وقتا منتشر میکنن، گاهی وقتا نگه میدارن برای آینده و به هر حال وضعیت هیچ کشوری یکسان نمیمونه. یعنی اگر که شوروی تغییر کرد یا کشورهای دیکتاتوری های آمریکای لاتین، اروپای شرقی، برحال ایران هم استثنا نیست و یک روزی دادخواهی خواهد بود. حالا این که اون دادخواهی کی باشه اون دیگه خیلی روشن است. خانم برومند، با این اتفاقی که افتاده آیا فعالان حقوق بشری که مثلا علیه افرادی در خارج از ایران اقامه دعوا میکنن الان باید نگران جان اون متهمان هم باشند؟ من فکر میکنم بستگی داره به اون متهمان. یعنی چون
خب پاسخگویی برای مسئولان نظام زیاد نبوده در خارج از کشور، یعنی دادگاه و محاکمه و دادرسی زیاد نبوده، اما خیلی از افرادی که دادگاهی شدن صحبت نکردن، یعنی به اندازه کافی در داخل ایران یا به اندازه کافی به نظام اعتقاد داشتند که صحبت نکنن، یا اینکه به اندازه کافی در داخل کشور بر علیهشون یا خانوادهشون گروگان بودن، یا به هر حال چیزی بوده که باعث شده صحبت نکنن. اینکه ایشون صحبت بکنن، من فکر میکنم نگرانی بیشتر از نوع شهادت هایی بود که ممکن بود بر علیه ایشون در دادگاه داده بشه، در یک دادگاهی که به هر حال تلویزیون ها چون تا حالا پیش نیومده که یک قاضی اینجوری محاکمه بشه، بنابراین با تلویزیون ها و رسانه های بین المللی بنابراین بازتاب خیلی زیادی پیدا میکرد. اون افرادی که تا حالا دادگاهی شدن به هر حال در یک قتل شاید شرکت کرده بودن و کشورهایی هم که اونها رو محاکمه میکردن اصراری نداشتن که سر و صدای زیادی بشه، و اینی که در داخل سرزمینشون کسی کشته شده باشه به این راحتی خیلی تبلیغ بشه براش. برای همین بجز دادگاه میکنوس که واقعا هم باعث شد که مقامات جمهوری اسلامی سالها دست از کشتن افراد در اروپا بردارن، به جز اون ما نداشتیم دادگاهی که خیلی پر سر و صدا باشه. ولی دادگاه این آقا با مخصوصا الان با سوشال میدیا و با تمام وسایل پخش خبر برای وجهه نظام اصلا خوب نبود. نام متهم‌های دیگه‌ای هم مطرحه، از جمله در مورد همین پرونده. با این اتفاقایی که افتاده فکر می‌کنید که ممکنه جان اونها هم در خطر باشه؟ بازم بستگی داره که به چه دلیلی ایشون از بین رفته. اینطور که به نظر میاد، من الان تخصص خاصی روی این دادگاه خاص ندارم، ولی اونطوری که به نظر میاد ایشون مسئله بزرگی در داخل ایران نداشتن و متهم ردیف چندم بودن، و بنابراین اگر که قرار بود کسی کشته بشه تا حالا لابد یک اتفاقی براشون افتاده بود دیگه. بازم بستگی داره به اینکه کی تصمیم از بین بردن ایشون رو گرفته باشه. من فکر نمی کنم، ولی بازم میگم من تخصص خاصی رو این دادگاه خاص ندارم، ولی دادگاه های مختلفی بوده برای جرائم اقتصادی، جرائم خیلی سنگین، و کسی از بین نرفته به جز افرادی که به صورت غیر عادلانه در حقیقت دادرسی شدن و اعدام شدن برای مفاسد اقتصادی جدیدن. ولی اگر نه تجربه، این تجربه رو ما نداشتیم که کسی به دادگاه کارش برسه و کشته بشه. سپاسگزارم از رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن دی سی با ما. و اما روسلان تراد، نویسنده و روزنامه نگار از صوفی پایتخت بلغارستان با ماست. آقای تراد، مشخصاً بر روی تحرکات ایران و نیروهای امنیتی ایران و متحدانش در حوزه بالکان مطالعاتی داشتن. آقای تراد، خیلی ممنون از که وقتتون رو به ما دادید. ما در مورد این قتل نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده، بحث خودکشی مطرح است، اینکه آیا فردی دیگر هم دخیل باشه یا نه، ولی چطور هست که این قاضی سر از رومانی در آورده؟ در این مورد چی میشه گفت؟ متاسفانه الان بهترین زمان برای صحبت کردن راجع به شرایط پیرامونی این مسئله نیست، برای اینکه طبیعتاً همونطور که اشاره کردین هنوز مشخص نیست که واقعا چه اتفاقی افتاده. اما در حیطه کارشناسی من چیزی که نسبت بهش اطمینان دارم اینه که جزئیات جالبی در روزهای آینده و بعد از بیانیه پلیس
احتمالاً بیرون خواهند اومد. ما الان چند روایت متفاوت داریم که اختلاف بینشون هست، بین اون بیانیه‌ای که پلیس در بخارست صادر کرده و چیزایی که مقام‌های ایران میگن. بنابراین نیاز داریم که دیدمون کاملا شفاف باشه و برای این نیاز داریم که جزئیات بیشتری از بخارست بیرون بیاد. چه تناقض‌هایی می‌بینید بین روایتی که در ایران گفته میشه و آنچه که پلیس بخارست میگه؟ خب برای از نظر من وقتی که میبینم اتفاقی در رومانی افتاده، چیزی که بیانیه پلیس میگه، به ما باید خیلی دقت کنیم که چه نتیجه از اون بگیریم. از یک طرف یک روایتی داریم که از تصادف صحبت میکنه، از یک طرف دیگر واکنش رسمی اگر اشتباه نکنم از همین حالا واکنش‌های رسمی در تهران بوده که این رو یک قتل دونستن بعضی از منابع رسمی. بنابراین این خیلی جالب خواهد بود و مطمئن هستم که این قضیه روشن‌تر خواهد شد بین بیانیه‌های مختلفی که در اینجا شنیدیم، برای اینکه کلا منطقه بالکان منطقه جالبی بوده به عنوان یک پلتفرم، به عنوان یک محل عملیاتی برای گروه‌های مختلفی که در اون فعال بودن. گفتید که منطقه بالکان ویژگی‌های خاصی داره. برای ایران یا نهادهای رسمی ایران در حقیقت و نهادهای امنیتی خصوصا چه جاذبه ای داره کشورهای حوزه بالکان؟ این یکی از موضوعهایی که من خیلی دارم از نزدیک دنبال میکنم، برای اینکه نه فقط بالکان معمولا در دید نیست، در انظار نیست. میدونم که شما مطمئنید، شما هم میدونید که منطقه نیست که مثلا به اندازه چین یا روسیه جالب باشه، ولی منطقه که خیلی مهمه برای از نظر تحولات لاجستیکی از جمله برای ایران جالبه. یکی از دلایل این که ایران به این منطقه علاقمند هست اینه که خیلی از تحلیلگرها این اشتباه میکنن که به روسیه و چین اشاره میکنن وقتی که صحبت از رقابت جهانی میکنن، اما ایران هم یک بازیگر خیلی مهم هست و در همین راستا منطقه بالکان از نظر لاجستیک خیلی مهمه. مثلا در این یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که در این منطقه چند تقابل بزرگ بود بین سرویس‌های امنیتی اطلاعاتی ایران و از اون طرف سفارت‌های اسرائیلی در بلغارستان، در سفارت‌های اسرائیل در بلغارستان یا در رومانی. بنابراین من اطمینان دارم که بالکان یک صحنه مهمی و یک بخش مهمی از این داستان خواهد بود در آینده نزدیک. ممنونم از روسلان چات، نویسنده و روزنامه‌نگار از سوفیه پایتخت بلغارستان. شهر گچساران در جنوب ایران امروز شاهد برگزاری مراسم تشییع البرز زارعی بود. جوان کوهنوردی که سه هفته پیش در تلاش داوطلبانه برای مهار آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس دچار سوختگی شد و دیروز در بیمارستانی در اصفهان از دنیا رفت. البرز زارعی دومین قربانی آتش سوزی‌های بهار امسال در مناطق جنگلی زاگرس است. سیاوش اردلان در گزارشش نگاهی کرده به سرنوشت البرز زارعی و دیگر داوطلب‌ها و محیط‌بانانی که تقریباً با دست خالی به جنگ آتش در دامنه طبیعت می‌روند. زندگی البرز زارعی تسلیم مرگ شد. مردم گچساران امروز به سوگ این جوان 31 ساله نشستند. این مادر البرز است و بستگانش. خانواده و دوستان البرز می دانستند او جوانی کوهنورد و ورزشکار بود، اما کسی نمی خواست باور کند شدت جراحت و عمق سوختگی ها را تاب نیاورد. درود بر فرزند نیک این شهرستان. داستان دلخراش البرز زارعی در گچساران بر سر زبان هاست. یکی از دوستان البرز روز واقعه را شرح می دهد. البرز زارع همراه چند تا کوهنورد خانم و آقا اومده بودن برای آتش مهار آتش سوزی دشتک دیب. پابرنه چون کفش مناسبی هم نداشتیم رفتیم بالا، دیدیم تا متاسفانه آتش دنبالش کرده و
خلاصه سوخته، لباسش هم مناسب نبود، لباس کوهنوردی بود، پلاستیک بود و لباسش بیشترین عامل سوختگیش لباسش بود. آوردیمش پایین، نبود امکانات مثل هلیکوپتر اینا، متاسفانه هلیکوپتر شرکت نفت آوردن که اصلا مناسب چیز نبود. با آمبولانس اورژانس بردیمش گیساران، از گیساران بردیمش یاسوج و همین بکنم باعث مرگش همین انتقالات بیشتر از معطل موندنش بود. در نبود نیروهای تعلیم دیده و مجهز آتش نشان در جنگل‌های ایران، داوطلبان همیشه آسیب پذیر هستند. و اگر ناتوان از مهار آتش باشند، جز زجه زدن به حال طبیعت کاری از دستشان بر نمی آید. اینجا بیمارستان موسی‌رضا در اصفهان است، جایی که به خاطر داشتن بخش سوانه و سوختگی محل مناسبی برای درمان البرز تشخیص داده شد. دولت تقبل کرد هزینه‌های درمانی البرز زارعی را بپردازد و او بهترین دوا و درمان را بگیرد. اما این یک استثناء بود. در لایحه تصویب شده حمایت از محیط‌بان‌ها، شورای نگهبان یک بند لایحه درباره تأمین هزینه‌های درمانی داوطلبان مهار آتش را رد کرد و گفت بار مالی دارد. دولت هم در توجیه نداشتن امکانات و شانه خالی کردن از تشکیل نیروهای مجهز و حرفه‌ای برای مهار آتش می‌گوید پولی ندارد. شیرزنان بختیاری. در نتیجه کار مهار آتش بر دوش داوطلبان یا نیروهای اداری و سربازان هر منطقه است که با بیل و شاخه درخت به جنگ آتش می روند. دو هفته پیش نیز یک سرباز به نام احسان عزیزی در تلاش برای مهار آتش سوزی در جنگل های پاوه جان باخت. او هم قربانی نبود بودجه و امکانات شد. در سالهای گذشته هم آتش‌سوزی‌های جنگلی قربانیانی داشتند که در سطح ملی مورد توجه قرار نگرفتند. از جمله در گذشته دلخراش شریف باجور و 4 تن از همراهانش در آتش‌سوزی جنگل‌های کردستان. شهریور 97. حالا که برای اولین بار افکار عمومی حساسیت نسبتاً بیشتری نشان داده، چند دستگاه دمنده به بعضی از نیروهای داوطلب و اداری زاگرس‌نشین داده شد. ولی این کافی نیست و فعالان محیط زیست همین را می‌دانند. جوانای زیادی هستن که مانند البرز دارن میرن تو دل آتیش. ما نمیخوایم یه البرز دیگر رو از دست بدیم. 5 تا دستگاه دمنده اونم دونه 15 میلیون، این چرا باید همینو ما داشته باشیم؟ آیا توان ما با این همه دزدی و راندخوری که تو گشتاران میشه همینه؟ اگر قرار دمنده بیاد گشتاران، اگر قرار بالگرد بیاد، یک تاریخ، یک ضرب العجلی تعیین بشه، نگید نیست، هست، جاهای دیگه داره مصرف میشه. استانداری کوهگیلوی بویرحمت و سازمان جنگل‌ها رسماً در گذشته البرز زارعی را تسلیت گفتند. سالانه بین 12 تا 18 هزار هکتار از جنگل‌های ایران به علت آتش‌سوزی، زمین‌خواری، دامداری بی‌رویه و قاچاق چوب از بین می‌روند. در 40 سال گذشته نیمی از جنگل‌های هیرکانی از بین رفته و جنگل‌های زاگرس هم دچار تخریب‌های گسترده شده. چون ایران نباشد تن من مباد. البرز زارعی با نگاهی میهندوستانه به حفاظت از طبیعت ایران دل بسته بود و خود را موظف به دفاع از میراث طبیعی و فرهنگی کشورش میدانست. دریغ است ایران که ویران شود. در قله های زاگرس به آرمان های آسمانی چشم دوخته بود. شاید حالا از آسمان ها نظارگر آتش هایی باشد که امروز هم در جنگل های زاگرس زبانه می کشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. یکی از آشنایان البرز زارعی از گچساران با ما هستند. آقای، شما از دوستان یا از آشنایان آقای زارعی بودید، از در مراسم امروز هم حضور داشتید، کمی در مورد البرز زارعی بگید. من سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه مخاطبان. ببینید، البرز زارعی یه جوان تحصیل کرده بودن که فعالیت‌های فراوانی در حوزه زیست محیطی و کوهنوردی، شاهنامه خوانی و فعالیت‌های مدنی فراوانی داشتن. ایشون 4 تا خواهر و یک برادر دارن، پدرشون در قید حیات نیستن. متاسفانه فعالی همیشه در مواقعی که نیاز بود، مخصوصا در حوزه‌ای که مثلا زمانی که آتش سوزی ها وجود نداشتن، ایشون به پاک کردن محیط شهری و یه گروهی رو ایجاد کرده بودن که محیط های شهری رو پاک میکردن یا زباله ها رو جمع‌آوری میکردن. کلن حالا بخوایم در مجموع، شخصیت بسیار مثبتی داشتن و فعالیت های فراوان زیست محیطی و حوزه
موتیزیست زیادی داشتن. شما امروز در مراسم خاکسپاری ایشون شرکت داشتید، در اونجا چی گذشت؟ بله امروز ببینید یه بحثی که هست، بحث همین بیماری ویروس کرونا هستش، شایع شده و الان وضعیت استان هم تقریبا در حالت قرمز هستش. حالا یه بحث نگرانی خود مراسم و یه از یه طرف، از طرف دیگه هم این که ما واقعا حیف بود یه جوان فداکار و خلاق مثل البرز زارعی رو نخواهیم به بهترین شکل و بهترین نحو بدرقش کنیم. مراسم به شکل تقریبا به نسبت شرایط کنونی با شکوه برگزار شد. ما مراسم شاهنامه خونی رو داشتیم، دوستداران محیط زیست تونستن صحبت کنن همونطور که توی گزارش شما هم پخش شد، چند تا از مسئولین هم حضور داشتن و پیام تسلیت فرستادن. حالا امیدوارم که این پیام تسلیت ها به همینجا ختم نشه. با توجه به اینکه البرز زارعی سرپرست خانواده هم هستش و کارمند شرکت نفت بوده، امیدوارم که تمهیداتی چیده بشه که ایشون از لحاظ خانوادهشون، از لحاظ مشکلات مالی دچار دردسر در آینده نشن. مرگ البرز زارعی ممکنه که باعث جلب توجه بشه، امکانات در اختیار محیطبان ها مثلا قرار بگیره و کسانی که کارشون مهار آتشه؟ ببینید واقعا مرگ دردناکی بود. بالاخره یکی از فعالان محیط زیستی رو ما متاسفانه از دست دادیم، یکی از نیروهای ارزشمندی رو ما از دست دادیم. من فکر میکنم باید اونجوری که شایسته و بایسته هستش این خبر پوشش داده بشه، حالا از لحاظ رسانه‌ای، چون معمولا الله فکر کنم از دیروز تا حالا بیشتر این پوشش ها داده شد، چون ایشون دیروز متاسفانه فوت کردن. من فکر میکنم باید این کار انجام بگیره. ما نمیتونیم نیروهای مفید و ارزشمندی مثل البرز زارعی رو به دلیل نبود امکانات تجهیزات از دست بدیم. من فکر نمیکنم خیلی هزینه ای داشته باشه که ما کفش مناسب و لباس مناسب آتش نشانی برای این فعالان آماده کنیم که بتونن حداقل هزینه های خود منابع طبیعی و سازمان محیط زیست رو همینا دارن کاهش میدن. حالا برخی از این هزینه رو که دارن کاهش میدن میتونن به عنوان تجهیزات در اختیار نیروهای داوطلب مردمی قرار بدن که بتونن این محیط زیست بهتری رو برای خیلی ممنون و کشور ایجاد کنن. خواهش ممنونم، سپاسگزارم از شما. یکی از آشنایان البرز زارعی. وزیر امور خارجه ایران گفته سه قدرت اروپایی که دیروز قطعنامه پیشنهادیشان علیه ایران به تصویب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید، همدست آمریکا و اسرائیل هستند. وزیران خارجه این سه کشور دیروز در ملاقاتی بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند و خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام شدند. کسرا ناجی در گزارشش میگوید کشورهای اروپایی با تلاش‌های دیپلماتیک پیچیده‌ای سعی دارند از برخورد قدرت‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر ایران جلوگیری کنند. وزیران خارجه سه قدرت بزرگ اروپا دیروز در برلین بازی دیپلماتیک پیچیده ای را شروع کردند. آنها اینجا خواهان برگشتن ایران به تعهداتش، به توافق هسته‌ای شدند. وزیران خواستند در این زمینه با وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام به طور جدی وارد گفتگو شود. آنها همچنین با طرح آمریکا برای برگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قویاً مخالفت کردند. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس گفت ما معتقدیم که توافق هسته‌ای لازمه جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است و به همین دلیل است که ما سه کشور اروپایی کوشش‌هایمان را برای حل اختلافات با ایران ادامه می‌دهیم. طی روز همین سه قدرت اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که از ایران می‌خواست به طور کامل و قویاً با آژانس همکاری کند. در واکنش وزیر خارجه ایران اما در توییتی نوشته که این سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان همدست آمریکا و اسرائیل شدند. او در این توییت نوشته این سه کشور به علت ناتوانی در مقابل زورگویی‌های آمریکا در موقعیتی نیستند که ایران را موعظه کنند. اما این سه کشور به گفته دیپلمات‌ها تلاش دارند از برخوردی بزرگ در اینجا در شورای امنیت جلوگیری کنند که قرار است به درخواست آمریکا 10 روز دیگر مسئله ایران را بررسی کند.
آمریکا میخواهد تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را که بر اساس قطعنامه 2231 تا چند ماه دیگر به سر می‌رسد تمدید کند و در این راه حاضر است توافق هسته‌ای را قربانی کند و با وتویش همه تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران برگرداند. برای جلوگیری از قربانی شدن توافق هسته‌ای، اروپایی‌ها سرگرم بررسی طرحی هستند که در آن برای راضی کردن آمریکا و جلوگیری از وتوی روسیه و چین تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تمدید شود، اما برای مدتی محدود، مثلا 12 ماه. در این فاصله ایران بتواند تسلیحاتی غیر پیشرفته وارد کند و بازرسی‌ها و مواظبت‌ها برای جلوگیری ارسال اسلحه از ایران به کشورهای منطقه تشدید شود. بر اساس این طرح، مسئله تخلف‌های ایران از تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام در داخل برجام و مکانیزم حل اختلاف آن حل و فصل شود. وارد یک بازی شدن که بازی غیر سازنده و به نظر بنده خطرناکی هست و فکر می‌کنیم گرفتار دامی شدن که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها زیر پای اونها پهن کردن. باید دید بدبستان‌ها بر سر ایران در شورای امنیت به کجا ختم خواهد شد. کسرانجی، بی بی سی. روند صعودی قیمت دلار در ایران که از چند هفته پیش شروع شده بود ادامه دارد. امروز قیمت دلار از 19000 تومان گذشت و یورو هم به بیشتر از 21000 تومان رسید. این قیمت‌ها در 2 سال گذشته بی سابقه بوده. مهر ماه 2 سال پیش قیمت دلار به 20000 تومان رسید، اما بعد از دخالت دولت قیمت‌ها پایین آمد. هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایس از بوستون آمریکا، و مثلا آقای کهالزاده، این بار جهش قیمت ارزهای خارجی در ایران فرقی با دفعات قبل داره یا اینکه طبیعتش یکیه؟ حالا معمولا دلایل مختلفی برای افزایش قیمت ارز ذکر میشه و گفته میشه و این بار هم طبعا افزایش قیمت حواله یکی از دلایلش بوده، اما بحث بر سر تردید در مورد توانایی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز هست، با توجه به اینکه ما میدونیم در شرایط تحریم و کرونا هم رشد اقتصادی ایران و تولید منابعی که میشه برای اقتصاد حتی در دوره تحریم ها هم بوده مقدور نیست و هم به خاطر تحریم ها دسترسی محدوده. بنابراین ما نمیدونیم که بانک مرکزی آیا توان این رو داره که بازار رو مداخله درش بکنه به اندازه کافی، با توجه به نقدینگی که وجود داره آیا بخش از منابع نقدینگی وارد بازار ارز میشه. تقریبا در 2.5 سال گذشته نزدیک 50 میلیارد دلار ایران از ذخایر ارزی خودش استفاده کرده، به این معنی که ما تقریبا 120 میلیارد دلار بعد از برجام ذخایر ارزی داشتیم، الان به 71.2 میلیارد دلار رسیده. البته بخش قابل توجهی از اینا منابع ارزی بانک مرکزی است و تعلق به دولت نداره، اما به هر حال سالی 25 میلیارد دلار بانک مرکزی از منابع ارزی خودش رو در اختیار بازار قرار داده و این روند نمیتونه ادامه پیدا بکنه. علاوه اینکه ما دسترسی هم میبینیم که نداره، یعنی بانک مرکزی حتی برای رسیدنش به منابع ارزی که در کره داره یا در مثلا عراق داره شروع کرده به فشار آوردن. بنابراین این تردید در این که تا کی بانک مرکزی میتونه با مداخلات مقطعی خودش قیمت ارز رو نگه داره سوال جدی هست. یه مقداری هم به نظرم تردید در این هستش که خب تورمی که در یک سال گذشته بوده بر اساس ادعای برخی افزایش قیمت ارز به اندازه تورم نبوده، این افزایش قیمت ارز کمتر از تورم یعنی 20-25% بوده، بنابراین ما میتونیم این رو اغماز کنیم و یک رشد طبیعی در نظر بگیریم. این اختلاف نظرها هم به نظر وجود داره که قیمت متعادل و مطلوب ارز کجاست و اون هم خوب مقداری ممکنه در رفتار سیاستگذار تأثیر بگذاره. به نظر میاد که نقدینگی تبدیل شده به یک سیل سرگردان، یه بار میره سمت بورس، یه بار میره سمت مسکن، در همین روزهای اخیر یه بار هم میره سمت مثلا خودرو، الان هم بازار دلار و سکه. چرا فضا اینطوره؟ ببینید، ما بازارهای مالی پیچیده و متنوعی نداریم. مثلا در بریتانیا شما میتونید به انواع بسته های مالی برای بازنشستگی خودتون بخرید، در کانادا همینطور. ما این تنوع پیچیدگی بازارهای مالی نداریم، بنابراین یک ایراد از اون هست. نظام بانکی ایران دچار مشکلات بسیار حاد و جدیه و نیاز به تصمیمات خیلی سختی داره. نمونهش رو ما دیدیم در 2 سال گذشته، دولت رو مجبور کردن 35 هزار میلیارد تومان پول چاپ کنه و به افراد بده. بنابراین نظام بانکی ما توان مدیریت این نقدینگی رو نداره و خودش هم درش در خلقش نقش داره و به نوعی شاید حالا شاید خیلی کلمه درستی نباشه، یک نوع نظام سیاسی ایران بخشیش دوچار یک نوع بورژوازی سفته بازی شده. حالا شاید اصطلاح درستی نباشه،
و نزولخوری و رباخوری در بخشایی از جامعه که توان قدرت سیاسی و نظامی دارن خیلی جدیه. بنابراین همه اینا تبدیل تورم میشه و نقدینگی افزایش میده. فراموش نکنیم که قیمت بازار سهام هم بخش قابل توجهی از افزایش بازار سهام ناشی از سود نیست، ناشی از ارزش جانشینی سهامه. اگه کارخونه فرضاً 100 واحد ارزش داشته، ما امروز میگیم که خب الان 150 واحد ارزش داره، 50 واحد ارزش افزایش پیدا کرده. این به معنای الزاماً سود نیست، ارزش جایگزینیه که تورم تعیین میکنه و ما میبینیم قیمت‌ها در بازار ارز و در بازار سهام همزمان افزایش پیدا میکنه. به نظر من نکته کلیدی رو بعد در بحران نظام بانکی و سطحی بودن و عمیق نبودن بازارهای مالی ایران دید. در زمان آقای احمدی نژاد، آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بودن، همینطور یه دفعه بازار ارز پیچیده شد، ملتهب شد، اومدن بعد هی رؤسای بانک‌های مرکزی عوض شد تا رسید با آقای سیف و الان هم که آقای نعمتی. هیچ رئیس بانک مرکزی در حقیقت در این سیستم امکان این رو داره که با یک روشی وضعیت رو کنترل بکنه؟ علالقاعده بانک مرکزی که استقلال داشته باشه، به شما خاطرات آقای ابتهاج رو بخونید با ما رئیس از برنامه، یا در دوره 40 تا 50 رفتاری که مثلا آقای سمیعی یا آقای عالی خانی با شاه دارن در مورد ساخت سیمان، به سیاستگزار اجازه نمیده که از مقررات و اصولی که او تعیین کرده خارج بشه. ولی ما میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی اساسا چنین فردی و چنین امکانی وجود نداره. به نوعی بانک مرکزی در چنین ساختاری علالقاعده ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جلو خطاها رو بگیره. به علاوه انتخاب‌های بانک مرکزی هم انتخاب‌های درستی عموما نیست و افراد توانمند و قدرتمندی در رأس بانک مرکزی از بدنه کارشناسی که یکی از بهترین بدنه‌های کارشناسی اقتصادی ایران را داره بانک مرکزی شکل نمیگیره. بنابراین و بعد هم تصمیماتی که باید بانک مرکزی بگیره و فشاری که به اقتصاد ممکنه در یک دوره بیاره، هیچ رئیس جمهوری کسی حاضر نیستش که اون رو بپذیره. برعکس، کسانی هستن که از رانت ارز ارزان قیمت بخوان استفاده بکنن و حتی خود رئیس جمهور، رئیس دولت میبینیم که در دوره آقای احمدنژاد تماس میگیره با بانک و برای دادن تسهیلات، یا سیاست‌های اشتباهی که از بیرون به بانک تحمیل میشه. همه اینا پکیجیه که ویژگی‌های اقتصادی ایران داره و نمیشه ازش انتظار داشت. نکته‌ای که آقای همتی انتظار تغییر جدی داشت، آقای همتی نکته‌ای گفتن بسیار بسیار تکان دهنده هفته گذشته و اینکه در 15 سال گذشته نزدیک 270 تا 280 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده. من فکر می‌کنم که بخش بسیار اندکی از این به دلیل تحریم‌هاست، در عینی که تحریم‌ها ظالمانه است و قابل محکوم شدن، اما در 15 سال گذشته سیاست‌های حاکمیت در تحقیر طبقه متوسط، در تحقیر کارفرماها و بسیاری از دلایل دیگه منجر شد که نه تنها ما سرمایه‌گذاری خارجی جذب نکنیم، بلکه 280 میلیارد دلار پول بیاد در امریکا، کانادا، ترکیه، گردستان خونه بشه و متاسفانه منابع ارزی خودمون رو از دست بدیم. به نظر میرسه که نیاز به یک تصمیم سختی برای تغییرات در نظام بانکی ایران هست. و حتی تحریم ها مگه برطرف بشه و منابع در آزاد بشه و این رشد منفی 15% امسال هم نداشته باشیم، با این نظام بانکی و این نظام مالی کشور قابل اداره نخواهد. ممنونم از حالیه که حالزاده، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایس از بوستون آمریکا با ما. 30 سال از زمین لرزه رودبار و منجیل گذشت، زلزله‌ای که 37,000 نفر را کشت و 500,000 بی خانمان بر جای گذاشت. همان سال ورلد پرس فوتو، معتبرترین مسابقه سالانه عکس خبری در جهان، توجه ویژه‌ای به عکس‌های محمد فرنود از این حادثه نشان داد. آقای فرنود که عکاس خبری و مستند است، در گفتگویی با فرج بالافکن از عکس‌هایش گفته و از کاربرد عکاسی در بحران‌هایی از این دست، با این توضیح که در این گزارش تصاویری است که ممکنه برای بعضی ناراحت کننده باشه. ناله و اندوه جان به در بردگان زمین لرزه رودبار از پس 30 سال همچون آتش زیر خاکستر است که از دل بیرون نمی رود. وقتی گروه خبری ما صبح واقعه به منجیل رسید، وظیفه دیگری به جز پوشش خبری در انتظار من بود، دفن خانواده هایی که بازمانده ای هم نداشتند. زمین سرد، زمان
عکاسی خبری و مستند در جهان همیشه در بحران‌ها مفهوم و کاربرد ویژه‌ای داشته. زلزله منجیل و رودبار هم از این قاعده مستثنا نبود. شاهد عینی‌اش هم محمد فرنود است و گزافه نگفته هادی شفایی، بنیانگذار فقید رشته عکاسی در دانشگاه تهران، که او را عکاس خبری با استانداردهای جهانی می‌دانست. محمد فرنود اهل مشاهده است نه مصاحبه، اما در ماجرای بازخوانی مصیبت رودبار لب به سخن گشود. در سخت در این شرایط ممکن با یک هلیکوپتر رفتم به منطقه رستم‌آباد، اونجا پیاده شدم و با 2-3 کیلومتر پیاده روی به روستاهای اطراف اون موفق شدم عکس‌های متنوعی بگیرم. عکس‌های بسیار متأثر کننده پدری که 3 فرزندش رو از دست داده، اما به جای اینکه به جنازه اونها نگاه کنه، به جنازه های متلاشی شده اونها، و من پشت یک خرابه خودم رو پنهون کرده بودم و حالات روحی این پدر عزادار رو داشتم عکاسی می کردم، داشت به عکسی نگاه می کرد که در بارگاه امام رضا از اونها به یادگار داشت و داشت به اون یادگاری که ازش مونده بود. اینجاست که قدرت عکس مشخص میکنه. بچه از دنیا رفته اما پدر داره به عکسش نگاه میکنه. قدرت عکس در این جور مواقع یه بحرانی میتونه زمان خودش رو منجمد بکنه، یک واقعه رو به بهترین شکل ممکن عکاس میتونه ثبت بکنه. ۳۷,۰۰۰ کشته، ۶۰,۰۰۰ زخمی و ۵۰۰,۰۰۰ بی‌خانمان، زمین لرزه رودبار را در فهرست مرگبارترین 10 زلزله 100 سال گذشته در جهان ثبت کرد. من می دیدم همون بلوک هایی که منازلی که تخریب شده، یک زنی با پاهای برهنه داره این بلوک ها را به یک سمتی می بره که باهاش قبر دارن درست میکنن، و بعد عزیزان خودشونو بلوکی که شده بود سقف خونشون شده بود قبر عزیزانشون، و اونجا اینقدر متأثر شدم با صحنه مواجه شدم که مادری در یک قبری نشسته و میگه منم با 55 نفر از عزیزانش که از دست داده بود، منم با اینا دفن بکنین. در واقع میخواست خودش رو زنده به گور کنه که انقدر سری من این عکس رو گرفتم و انقدر سری این عکس رو گرفتم و متأثر شده بودم که رفتم دنبال عکس های بعدی از صحنه های داخل همون قبرهایی رو که با بلوک چیده بودن و 4 نفری، 5 نفری، 2 نفری اینا رو داشتن از آب رودخونه استفاده میکردن و اینا رو غسل میدادن، پتو میپیچیدن دورشون چون کفنی وجود نداشت و اینا رو دفن میکردن. تصاویر ارسالی محمد فرنود به جهان کاربرد عکاسی خبری را آشکار کرد. مصداقش هم کمک های بیشماری بود که روانه ایران شد. شاید میتونم بگم در 120 کشور جهان وقتی عکسای من پخش شد توسط آژانس سیپا در فرانسه و این کمک‌های جهانی برای زلزله‌زده‌ها جمع شد با تأثیر عکسای من، وظیفه من به عنوان یک عکاس خبری در بحران همینه. بهرام بیزایی کارگردان شهیر ایران گفته از افسونی که در عکس‌های فرنود است نمیتوان فرار کرد و این افسون چیزی نیست جز بیپناهی حیرت آور بشر در برابر فاجعه‌ای به نام جنگ و زلزله. به گفته او عکس‌های فرنود بی‌پرده خیلی امین و دقیق گرفته شده. از همین رو عکس‌های رژه نیروهای مردمیش را بارها در فیلم سگ‌کشی خود استفاده کرده. اما عکاس خبری هم به ماهیت بشری خود از وقایع و بحران‌ها بی تأثیر نمی ماند. آنچه را که دیدم در اونجا انقدر منو متأثر کرد، با توجه به اینکه جنگم تجربه کرده بودم تو 8 سال گذشته و به فاصله 1-2 سال بعد این بحران را داشتم تجربه می کردم، برای من بسیار بسیار سخت و کشنده بود.
اما وظیفه یک عکاس خبری در این مواقع همینه که بتونه خودشو به سوژه نزدیک بکنه. یک عکاس حرفه‌ای در این جور مواقع وظیفه داره حضور داشته باشه اما دیده نشه و با تبحر و با تخصص خودش و با هنر خودش تمام زشتی‌های یک واقعه تلخ و به زیبایی هرچه تمام‌تر به تصویر بکشه. زنده یاد مرتضی ممیز یا آنچنان که معروف است پدر هنر گرافیک ایران گفته فرنود خشونت بشری طبیعت و زندگی را می‌بیند و با عکس‌هایش آن را در سراسر جهان به دیگران نشان داده و هشدار می‌دهد. قطعاً و یقیناً عوارضش منو اذیت میکنه. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم تمام اون حوادث لحظه به لحظه جلوی چشم من داره رژه میره. 30 سال گذشته ولی امشب من دارم راجبش صحبت میکنم. در کلاس‌های درسم با دانشجویانم وقتی که از من سوال میکنن دوست دارن که این عکس‌ها رو ببینن، چشماشون رو که وقتی نگاه میکنم میبینم همه دارن گریه میکنن. این عکس‌ها حاوی یک پیامه. این پیام اینه که شما در درجه اول بتونید به هم نوع خودت کمک بکنی و پیام هشدار دهنده این عکس ها این هستش که ما آدم باشیم، انسان باشیم، درست زندگی بکنیم. هر لحظه میتونه زلزله ای اتفاق بیفته. چنین است که تصاویر به جا مانده از عکاسان خبری وسعت خرابی، چهره‌های وحشت زده و اندوهناک بازماندگان زلزله رودبار را در افکار عمومی جهان زنده نگاه داشته. فرج بالافکن، بی بی سی. میتونید این برنامه 60 دقیقه رو و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و کانال ما در یوتیوب نگاه کنید. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.